عرض درود و ادب دارم خدمت همه شما دوستان و همراهان امیدوارم در هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید فراد متقی اینجا اخبار خاموشه با اخبار 24 ساعت گذشته بخش مهمش از دید خودم به منزل شما اومدم به تلفن همراه شما یا تلویزیون هوشمند شما اومدم تا بتونم امیدوارم آگاهی رو درصدی بالاتر ببرم امیدوارم صدا تصویر مناسب باشه لطف کنید اگر تا در کانال سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید ممنونم شاید ویدیو رو لایک بزنید تا در فضای مجازی توسط الگوریتم یوتیوب و گوگل و فارسی زبان بیشتری توصیه بشه اما بریم سراغ اخبار 24 ساعت گذشته از واکنش امامان جمعه نسبت به مسمومیت های مشکوک دانش آموزان شروع میکنیم بسیار از امامان جمعه در شهرهای مختلف ایران روز جمعه 19 هستند. با تکرار موزه های مقامات جمهوری اسلامی و در اقدام کاملا هماهنگ حمله های به مدارس دشمنان نسبت دادند احمد خاتمی امام جمعه تهران سه برنامه سران اختشاش را در چند ماه اخیر آوردن مردم کف خیابان ها جنگ مسلحانه و مسمومیت های پیاپی عنوان کرد از قوه قضایی خواست با کسانی که در فضای مجازی و یا مکتوب در این ارتباط شایع پخش میکنند با قاطعیت برخورد کنه محمد مهدی حسینی همدانی امام جمعه کرج هم با نسبت دادن حملات شیمیایی به دوجمن خواستار جلوگیری از شایعه پراکنی شده محمد علی نکونام امام شهر کرت هم از مسئولیت در مدارس به عنوان شیطنت دشمن نام برد و گفت دشمنان چقدر بیرحم هستند حتی به کودکان هم رحم نمی کنند احمد علم الهدا یا سانتا کلاس مشهد امام جمعه مشهد مصموم کردن دانش آموزان را به موشک پراکنی دشمن در زمان جنگ تشبیه کرد و هدف از این گونه جنگ های ترکیبی رو تسلط بر نظام دانست اما اگر هر موقع اتفاقی مطلبی مشکلی موجی در مملکت را میفته خیلی مواقع برای اینه که این موجه خود ساخته است برای اینکه خیلی موارد دیگر رو از ازهان عمومی پاک بکنه با همین داستان مصمومیت ها و با ایجاد یک بحرانی شدیدتر از بحران اقتصادی فعلی تمام حواس ها رو شب عیدی از تورم و مشکلات اقتصادی مردم پرت کردند. کسی که جون بچهش در خطره دیگه فکری نیستش که پسته شده کیلو چند گوشت شده کیلو چند و پول نداره که نون بخوره تمام بحثات در سطح جامعه تبدیل شد به بحث های در و مسمومیت ها و باز هم تونست نظام شب عیدی رو قصر در بره حداقل تا الان قصر در رفتن. اما امام جمعه تبریز گفته امسال خطر چهارشنبه سوری بیشتر شده حالا دنبال یه موج گنده هن که بتونن چهارشنبه سوری رو بندازن زیر اون یعنی احتمالا همین موج مسمومیت ها رو میخوان سطح شهر و غیره گسترده تر بکنن احتمال داره که مردم بترسونن از اینکه آقا مثلا داعش اومده یا دشمن حمله کرده نیاین بیرون که سه بیرون بگیرم دیگه اینا جزو همون دشمنا بودن امام جمعه تبریز اولین امام جمعه ای که در نماز جمعه اینو گفته گفته خطر چهارشنبه سوری بیشتر شده محمد علی آل هاشم ایشون نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی هم است از امکان تبدیل شدن مراسم چهارشنبه سوری امسال به صحنه اعتراضات ضد حکومتی در ایران ابراز نگرانی کرده آل روز جمعه 19 اسفند در خطبه های نماز تبریز گفته امسال خطر چهارشنبه سوری بیشتره نماینده علی ادامه داده که احتمال داره دوشیجمند از این فرصت سوء استفاده کنه تا نقشه‌های خودش رو عملی کنه در همین رابطه احمد خاتمی و وقت تهران هم امروز به سنت چهارشنبه سوری حمله کرده و آن را اقدام نابخردانه دانسته این امام جمعه منصوب علی خامنه در خطبای نماز جمعه تهران گفته چهارشنبه سوری که میتوان آن را چهارشنبه سوزی نیز نامید از اقدامات نابخردانه است از دید اینا قمه زنن اوکی ها فقط این چیزایی که ربطی به فرهنگ ما داره حالا الان درست افراد هم توش میشه ولی اصل داستانش که اصل بسیار خوبیه که حالا این بحث اسلامیزه کردن تمام اتفاقات از طریق ایناست دیگه مدعی شد هنوز چهارشنبه سوری نیامده تعدادی از نوجوانان و جوانان به خاطر حوادث ناشی از این موضوع آسیب دیدن امروز همچنین خبری منتشر شد در مورد صحبت‌های دیروز اسقر رزوانی امام جمعه دهاقان در استان اصفهان نگرانی خودش از نزدیک شدن چهارشنبه سوری بیان کرده بود و این مراسم را اقدامی دانست که نه جنبه فرهنگ ملی و نه جنبه اوقلایی دارد او گفت دشمنان قصد دارند از این موضوع برای به همریختن جامعه اسلامی و ایجاد زحمت برای دولت استفاده کنند باید حواسمون باشه که در این زمینه در زمین دشمن بازی نکنیم ما مردم همه حواسمون هست و خیلی واقعا دارن میدن من فکر کنم که چهارشنبه سوری که از قدم های مهم در براندازی امسالمون باشه که حضور پررنگ مردم رو در سطح جامعه و در سطح کشور ببینیم اما بریم سراغ دختران رخصنده اکپاتان خوشبختانه فقط تذکر گرفتن اما مربیشون مورد بازجویی قرار گرفته در پی انتشار ویدیوی رقص پنج دختر جوان در شهرک اکپاتان اخبار در شبکه اجتماعی حاکی از آن است که آنها تنها تذکر گرفتند خبری هم از بازجوی مربی اونها منتشر شده حساب کاربری شهرک کیکپاتان با انتشار عکسی از مربی دختران رقصنده کیکپاتان نام او را میترا اعلام کرد و گفت که او در پی انتشار ویدیوی رقص مورد بازجویی قرار گرفت ازش خواستن که پست رقص دختران رو از حساب کاربری خودش برداره خانم میتران نمیدونم که برنامه من میبینی نمیبینی فقط میتونم بگم یک دنیا عاشقت شدن واقعا نمونه کارات فوقلاده از تبلیغی که برات شد فکر نمی کنم در دنیا کسی اینجوری تبلیغ شده باشه و خیلی با حالی چه بچه های شجای رو آموزش دادی چقدر با استعدادن چقدر زیبان و چقدر ما رو یاد آزادی های نداشتم انداختن دمت گرم امیدوارم سالیان سال سلامت باشی تا میتونی از این بچه های با استعداد و بتونین آموزش ویدیو و اینقدر شجاع بار بیاری بر اساس این گزارش حساب کاربری خانم میترا که قبلا غیر فعال شده بود دوباره فعال شده حساب کاربری شرکه اکباتان روز جمعه 19 اسفند همچنین خبر بازداشت پنج دختر رخصنده اکباتان رو شایع خواند و اعلام کرد که اونها فقط تذکر گرفتن اما وقتی اتفاقات تلخ در کشور اینجوری رقم میخوره بعضی موقع هم کمونه میکنه به خودیاشون هم میزنه دیگه کشته شدن دو معمور در جریان اعتراضات دیروز سیستان و بلوچستان به گزارش خبرگزاری ایران دیروز جمعه 19 اسفند در جریان اعتراضات سراسری در سیستان و بلوچستان دو معمور نیرو انتظامی در شهرستان گلشن این استان بر اثر اصابت گلوله کشته شدند خبرگزاری حسنیم با وسط سپاه گزارش داده که صبح جمعه عوامل گشت انتظامی شهرستان گلشن از تبابه سیستان و بلوچستان حین گشت زنی همزمان با برگزاری نماز جمعه در حاشیه شهر مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفته و کشته شدند بر اساس این گزارش سرهنگ سرنگ دوم محسن پودینه ای و سطفان سوم احسان شهرکی بر اثر اصابت گلوله کشته شدند اما یه مطلب خیلی مهمه ها اگر در سیستان و بلوچستان قرار بود مردم دست به اسلحه ببرن قاعدتا اونجایی که داشتن به اون طرز واقعا ناجور و گلوله رگبار از بالای پاسکا گرفته و مردم موقعی اتفاق میافتاد. با توجه به که نیروی نیرونتظامی دوباره عوض شده و این فرمانده جدیده هر کاری کرد نتونست نفوذ پیدا کنه به داخل مسجد مکی این جزو همون فرمولای نظام که قربانی سازیه یعنی میزنن میکشن بعد میگن که اینا تروریستن معمول نیروی انتظامی کشتن بعد اینو تو بوق و داستان و رسانه و غیره اینو گنده میکنن که مثلا بتونن با تانک هفته بعدی بیان مثال دارم میگم یعنی میخوام بگم که مردم سیستان و بلوچستان خیلی مظلومتر و محجوبتر از اینن که بخوان اصلای دستشون بگیرن دو تا موتوری گشتی رو بزنن اگه قرار بود اصلا دستشون بگیرن خیلی جاهای مهمتری بود که بخوام بزنن چرا باید این دو نفر رو بزنن خیلی دیدم تو فضای مجازی زغ کردن خوشحال شدن این کار بچه های سیستان و بلوچستان نیست من مطمئنم و میتونم به شما بگم که صد درصد کار خودیه زدن تا بتونن قربانی سازی کنن قضیه رو درشت کنن و حمله سنگین جمعه هفته بعد انجام بدن دقت کنید که فقط در زمین حریف بازی نکنید اگر اونها به هر دلیلی دو تا مامور کشته شده میندازن گردن اعتراضات بدون هیچ سند و مدرکی شما به خاطر اون دشمنی که با نظام جمهوری اسلامی دارید که به حق هم دارید سعی نکنید گردن بگیرید گردن خودتون که نمیگیرید شما دارید از طرف مردم سیستان بلوچستان گردن میگیرید این کار رو لطفا انجام ندید مطمئن باشید که مردم سیستان بلوچستان دست به اسلحه نبردن ما توی اعتراضات داشتیم کسایی که صحبت کردم گفتن همه این حرفا شایعه است اینجا مردم اسلحه ندارن و واقعا همین بود اگه اسلحه داشتن که با سنگ مبارزه نمی‌کردن با اسلحه مبارزه می‌کردن بر همین مطمئن باشید جزء بازیای نظامی که داره قربانی سازی می‌کنه اما یکی از اتفاقات تلخ برای آمریکا و اروپا خبری بود که CNN رو کردش CNN گفته روسیه سلاحهای آمریکایی به یغما برده از اوکراین رو به جمهوری اسلامی داده این هم که دیدید دیگه سری مدل رو درست میکنن بعد یه موتور پراید میذارن روش یه چیز دیگه در میارن ازش بعد موتور پراید رو نگه میدارن بدنه این پژو دیگه یه بدنه دیگه میذارن روش اسمش یه چیز دیگه در میارن خلاصه الان این اتفاق به این صورت افتاده که خبری سی به نقل از منابع مطلع گزارش داده که روسیه برخی از تحصیلات آمریکا و ناتو رو که در جنگ اوکراین به غنیمت گرفته به ایران داده است مقامات آمریکایی معتقدند که صنایع تسلیحاتی جمهوری اسلامی با روش موسوم به مهندسی معکوس تلاش خواهند کرد تا تسلیحات مشابهی تولید کنند و یا سامانه های تسلیحاتی جدیدی برای مقابله با سلاح های آمریکایی بسازند. مقامات آمریکایی سایر کشورهای غربی عضو ناتو میگویند نیروهای اوکراینی انگام عقب نشینی در برخی از جبه های, جبه های جنگ ناگزیر شدن سلاح سبک و نیمه سنگین از جمله موشک اندازهای ضد تانک جاولین و یا سامان های ضد هوایی استینگر رو رها کنند و این تسلیحات به دست ارتش روسی افتاده به گفته منابع که سی ان ان نمیکنه روسیه در ازای دریافت تسلیحات از جمله پهپادهای نظامی از ایران بخشی از سلاحهای آمریکایی و غربی به قنیمت گرفته شده رو به ایران واگذار کرده مقامات آمریکایی ارزیابی میکنن که ارسال تسلیحات غربی به, غن... به غنیمت گرفته شده برای ایران سیستماتیک و گسترده نیست اما از سوی دیگه ارتش اوکراین از آغاز جنگ در این کشور فهرست نسبتا دقیق از تسلیحات آمریکایی به غنیمت گرفته شده توسط روسیه رو در اختیار وزارت دفاع آمریکا قرار داده با این همه ردگیری و ارزیابی دقیق از تسلیحاتی که به دست روسیه افتاده و تعدادی که به جمهوری اسلامی داده شده کار بسیار دشواریه گزارش گزارشگر سی ان می نویسد هنوز مشخص نیست که صنایع نظامی جمهوری اسلامی تا چه حد در الگو برداری از تسلیحات غربی و قنیمت گرفته شده در اوکراین موفق بوده ولی شواهد نشون میده که صنایع نظامی جمهوری اسلامی در سال گذشته در تولید تسلیحات جدید با الگوبرداری از سلاحهای آمریکایی به قنیمت گرفته شده توانایی قابل ملاحظه‌ای داره ولی مکس قصدی گذاشتم آخه بزرگترین افتخارشون این بودش که در قابلمه درست کنن مستعان 110 اسمشو بذارن که ویروس کرونا رو از میلیون ها کیلومتر دورتر بتونه تشخیص بده اینا نهایتا بتونن ظاهرش رو شبیه کنن باطنش خدا میدونه البته که به عنوان نمونه صنایع تسلیحاتی جمهوری اسلامی به الگو برداری از موشک آمریکایی بی جی ام 71 تاو که سمت چپی است موشک هدایت شونده ضد تانک طوفان رو ساخته که سمت راستی است و با الگوبرداری از پهپادهای آمریکایی سنتینل محصول شرکت لاکید مارتین پهپادهای دورپرداز یا ساخته که دور پرواز یا ساخته که یک فروند از اون در سال 2018 پس از ورود به حریم هوایی اسرائیل سرنگون شد کارشناسان تسلیحات در غرب بر اساس تجارب قبلی صنایع تسلیحاتی ایران معتقدند که این کشور قادره با الگو سازی از تسلیحات بغنیمت گرفته شده در اوکراین از جمله موشک های ضد تانک جاولین سلاحهایی با کاربری یا کارآمدی مشابه تولید کنه در صورت ارسال چنین های برای گروه نیابتی جمهوری اسلامی نظیر حزب الله لبنان یا حوثی یمن قدرت مقابله آنها با تانک های ارتش اسرائیل و یا کشورهای عربی حامل دولت یمن افزایش پیدا بود. مقامات کاخ در ماه‌های اخیر هشدار دادند که توسعه همکاری‌های تسلیحاتی و نظامی جمهوری اسلامی روسیه نه تنها به تشدید حملات مسکو به اوکراین بلکه به افزایش تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشورهای همسایه در خاورمیانه منجر خواهد شد. اما استقبال عراق و عمان از توافق ایران و عربستان آمریکا میگه از گزارش ها مطلعه با اعلام توافق بین ایران و عربستان برای از سرگیری روابط دیپلماتیک بعد از گذشته هفت سال دقت کنید بازم توافق برای شروع تازه مذاکره است عراق و عمان از این توافق استقبال کردند دولت عراق روز جمعه 19 اسفند و ساعتی بعد از انتشار این خبر اعلام کرد که بغداد از این اقدام استقبال میکنه وزارت خارجه هم همزمان از توافق ایران و عربستان برای از سرگیری روابط دیپلماتیک و عدم مداخله در امور داخلی همدیگه استقبال کرده در این میان سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید به خبرگزاری رویترز گفته ایالات متحده از این موضوع آگاهه و واشنگتن به طور کلی از هر گونه تلاش برای کمک به پایان دادن به جنگ در یمن و تنش زدایی در منطقه خابر میانه استقبال میکنه او در ادامه با اشاره به سفر اخیر جو بایدن به خاور میانه گفت تنش زدایی و دیپلماسی همراه با بازدارندگی از برنامه های اصلی شلمغز چینی در این سفر بوده این مقام کاخ سفید توضیح بیشتری در این زمینه نداده از سوی خبرگزاری رسمی عربستان اعلام کرده که ریاض روز جمعه از عراق و عمان به خاطر میانجیگری این کشورها برای رفع تنش میان عربستان سعودی و ایران تشکر کرده این گزارش می‌افزاید که عراق و عمان در سالهای 2021 و 2022 میانجی مذاکرات بین ایران و عربستان بودند. اما ایران روز جمعه 19 اسفند رسما اعلام کرد که با عربستان سعودی توافق کرده که روابط تهران و ریاض به زودی از سر گرفته بشه و دو کشور در امور داخلی یکدیگر دخالت نکنند توافقی که با میانجیگری چین ممکن شده شرطی که در همین ابتدا شرط محال هستش یعنی جمهوری اسلامی بتونه ثابت کنه که دیگه از یمنی ها و از حوسی ها نمیخواد حمایت تسلیحاتی حمایت مالی و غیره بکنه که اونا بلای سر عربستان بیارن هر چیزی رو کاغذ یا شفاهی و کتبی هم میگه مطمئنا ظرف دو سه هفته دوباره یه بار اسلحه پیدا میشه یا یه چیزی پیدا میشه که مشخص میشه جمهوری اسلامی همچنان داره هم مسیر رو میره ساعتی بعد از اینکه صدا سیما جمهوری اسلامی در روز جمعه متن فارسی بیانیه سهجانبه بین ایران، عربستان و چین رو منتشر کرد این بیانیه در خبرگزاری رسمی عربستان سعودی هم منتشر شد یعنی بالاخره تایید شد اما اگر که میخواید بدونید علت اصلی این توافق چی بوده قحطی ارز و همچنین نبود غذا علت عادی شدن مناسبات ایران و عربستانه علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران خبر داد که با پشتیبانی و وساطت چین ایران و عربستان مناسبات خود را عادی کردند و دو کشور تا دو ماه دیگه سفارتخانه خود را در پایتخت یکدیگر بازگشایی میکنند به گزارش پایگاه تلرسانی مناواچ علی شمخانی در اواخر فوریه گذشته بعد از ملاقات با واردکنندگان مواد غذایی دامی و نمایندگان وزارت کشاورزی در نامه به دولت رئیسی نسبت به وقوع قحطی و افزایش شدید قیمت‌های فرآورده‌های دامی از قبیل سویا، ذرت، جو و غیره و تاثیر مخرب اونها بر افزایش شدید قیمت گوشت و لبنیات هشدار داده بود. همین منبع تصریح کرده که در نبود ارز حکومت قادر به تأمین منابع واردات مواد غذایی و دامین نبوده و کشتی های حامل این فرآورده‌ها محصولات خود را در بنادر ایران ترخیص نمی‌کنند. به گزارش مناواچ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نیز در 21 فوریه گذشته در نامه به دولت رئیسی ضمن تایید این مطلب نسبت به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این وضع هشدار داده بود روی هم از سپتامبر گذشته هشت کشتی عامل 8 میلیون تن مواد غذایی دامی موفق به ترخیص کالای خود نشدند چرا چون بانک مرکزی جمهوری اسلامی توان پرداخت ارز مورد نیاز این کالاها رو نداشته یعنی باید پول رو میدادن تا اونا بار خالی کنن در نبود ارز نیز ارزش ریال در برابر دلار از زمین تا آسمون به تغییرات داشته در نامه جداگانه محمد کاظمی معاون سازمان اطلاعات سپاه خطاب محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری هشدار داده بود که به دلیل افزایش شدید قیمت ها و بعضا قحطی مایحتاج عمومی تنش‌های اجتماعی رو به افزایش ممکن به اعتراض های بزرگ بیانجامد در ژانویه گذشته دولت آمریکا 15 بانک وابسته به سپاه رو در عراق تحریم کرده با این اقام مبالغ هنگفتی از درآمدهای جمهوری اسلامی را از محل پولشویی و دور زدن تحریم ها مسدود کرده 19 هام اسفند ماه خبرگزاری های و فارس خبر دادند 500 میلیون دلار از دارایی های مسدود شده جمهوری اسلامی در بانک مرکزی عراق آزاد شده بانک مرکزی عراق تحت نظارت خزانهداری داری آمریکا سو تسمای خودش رو موافقت این کشور موافقت این کشور اتخاذ میکنه که گفتم احتمال داره به حالا جابجایی گروگان های هم ربط داشته باشه چون هر جفتش هم تماس که نمازی هم آزاد شدن پول با هم تو یه روز بود سید حسن نصرالله دبیر کل حزب لبنان به توافق ایران و عربستان برای از سرگیری روابط واکنش نشوند. اون رو تحول مثبت در منطقه خوانده با تاکید بر اینکه این به سود ملت های منطقه است گفته توافق ایران عربستان سعودی میتونه چشم اندازهایی رو در تمام منطقه از جمله لبنان بگشاید محمد عبدالسلام سخنگوی حوثی های یمن یا همون انصار الله نیز روز جمعه در توییتر نوشته منطقه منطقه نیاز به بازگشت روابط عادی میان کشورهای خود دارد تا امت اسلامی بتواند امنیت از دست رفته خود را باز یابد عبدالسلام نبود امنیت را نتیجه مداخله های خارجی اسرائیل و آمریکا دانست و گفت این کشورها از مناقشه های منطقه ای سوء استفاده کردند و تلاش کردند مترسک ایرانی بسازند علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و مساعد بن محمد العبیان همتای سعودی او با میانجیگری چین از 6 تا 10 مارس 15 تا 19 اسفند پشت درای در بسته در پکن مذاکره کردند و بعد از 7 سال تصمیم گرفتند روابط دیپلماتیک خودشون رو طی یک پروسه با صحبت از سر بگیرند بر اساس این توافق قرار وزیران خارجه ایران و عربستان سعودی ضمن ملاقات با یکدیگر حداکثر در دو ماه زمینه های اجرایی تبادل سفیران و بازگشایی سفارتخانه و همچنین سایر الزامات برای از سرگیری روابط رو فراهم کنند. فرانسه هم از برقراری این رابطه استقبال کرده و از جمهوری اسلامی خواسته که روی کرده بی کردن منطقه رو بذاره که دیگه آدم باشی دیگه داریم آشتی هم بیدیم آب ریزی نکن این آدم رفتار کن آن کلر سخنگوی وزارت خارجه فرانسه شامگاه جمعه 19 اسفند اعلام کرد پاریس از هر ابتکار عملی که نقشی فعال در کاهش تنش و تقویت امید و ثبات منطقه داشته باشه حمایت میکنه لوژانز اضافه کرد که خانم کاترین کولونا وزیر خارجه فرانسه جمعه در دیدار با همتای سعودی خود در پاریس از برقراری مجدد روابط بین ریاض تهران اطلاع پیدا کرده شاهزاده فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه سعودی با بیان این که از سرگیری مناسبات با ایران بر دیدگاه پادشاهی عربی سعودی مبتنی بر اساس مبتنی بر اساس اولویت دادن به گفتگو استواره خاطر نشان کرد که وحدت سرنوشت کشورهای منطقه ایجاد الگو برای ثبات رو ضروری میکنه حالا کل این چهار خطی که یارو گفته بود و سرکم خیلی ادبی بگی گفته آقا ما دیپلماسی رو بیشتر بهش اعتقاد داریم و فکر میکنیم که سرنوشت کشورهای منطقه با همدیگه تقریبا مشابه بر همین وحدت داشته باشه بن فرهان در توییتر نوشته که توافق برای از سرگیری روابط دیپلماتیک میان پادشاهی عربستان سعودی و ایران از دیدگاه سعودی و اولویت دادن آن به راه های سیاسی و گفتگو و عزم جدی ریاض برای پیشبرد این دیدگاه در منطقه سرچشمه میگیره ایشون اضافه کرده که وحدت سرنوشت فصل مشترک ها عامل همگرایی کشورهای منطقه هستند که تشریک مساعی به منظور ایجاد الگویی از رفاه و ثبات برای برخورداری ملتهای منطقه رو ضرورت میبخشه از سوی مساعد العیبان وزیر مشاور و مشاور امنیت ملی پادشاهی عربستان سعودی با اعلام استقبال ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه و شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد و رئیس هیئت وزیران سعودی از ابتکار شایسته شی شای جی پینگ رئیس جمهوری چین در راستای توسعه مناسبات مناسبات سعودی و ایران تاکید کرده که این توافق با رویکرد ثابت و دیرباز ریاض برای پیشبرد امنیت و ثبات در منطقه و تداوم اصل گفتگو و دیپلماسی برای حل اختلافات همسوه العیبان با قدردانی از عراق و سلطنت عمان به دلیل تلاش‌های این کشورها برای موفقیت های پیشین گفتگوهای میان سعودی و ایران اضافه کرده که در جریان این مذاکرات عمیق علل بروز اختلافات و راهکارهای برون رفت از آن با حمایت رهبران سعودی، ایران و چین مورد بررسی قرار گرفت. اتفاقات بسیار جالبیه که اینجا افتاده اما اگر باز بخوایم نزدیکتر بریم بگیم که چرا جا کار به اینجا رسید علت اصلی این اتفاق فقط یک چیز چین و چرا حالا چین انقدر تسلط داشته که تونسته با سه سود برید اونجا و حرکت بزنید یعنی کار رو انجام بده برمیگرده به ضعف اساسی که در آمریکا وجود داره یعنی وضعیت دیپلماسی عربستان سعودی معمولا معطوف به سمت آمریکا بود ترامپ رفت اونجا با شمشیر عربی اونجا غیر کمر ریز اومد بدون دامن قرمزه این همه روابط خوب و مثبت بود از وقتی که بایدن اومد کلا به روابط خارجی آمریکا ضربه ای زد که فکر میکنم حالا حالا ها برگشت پذیر نباشته یعنی حالا ترامپ میگه من بیام سه سوت همه چیز درست میکنم ولی واقعیتش اینجوری شما در منظرتون اگر یه گلدونی بیفته بشکنه حتی اگر فردا نوشم بخرید بازون شکستن خاطراتش پخش شدن اون گند یعنی و کسافت تو گلدون تو خونه و غیره یه خاطر بدی و به همراه داره این شل مغز بازی های این شل مغز چینی باز شدش که به حال عربستان احساس کنه برای این که بتونه از خودش دفاع کنه احتیاج داره که به سمت یکی از ابرقدرتا بره قاعدتا گزینه مناسب روسیه نبود که الان به حال تحت تحریم بود و وضعیت اوکراین غیره اینجوری شده بود سمت چین رفت سمت چین رفت و وقتی که اینجوری با هم شروع کردن تفاهم نامه نوشتن و چین قرار شد گذاری کنه در عربستان غیر منطقی کردن اگه بیاد بگه آقا بیا آشتیتون بدم با جمهوری اسلامی که اونور با جمهوری اسلامی هم رعیت چین حساب میشه نتونه نبگه و بیاد این حرکت رو انجام بده بزرگترین زرنگی که کردن بلافاصله اقدام نکردن گفتن در دو ماه آینده نمیدونم توی این گفتگوها ممکنه اختلافی بخورن یا نگر اختلاف بخورن باز چین با همون فرمول سسوت میتونه بگه آقا حلش کنید یا نه ممکن اختلافات شدیدتر باشه و نشه ولی میخوام بگم این حرف من نیست خیلی از تحلیلگران که امروز داشتن میخوندن همین مطلبش اذعان کردن که عربستان بدون پشتوانه شده بود و بین چین و روسیه منطقیش بود که چین رو انتخاب کنه به خاطر اینکه بایدن که اصلا تعطیل شما حساب کنید وضعیت کلا دیپلماسی خارجی آمریکا طوری بودش که تا یک سال بعد از انتخاب شدن بایدن در بسیاری از کشورها آمریکا هم سفیر نداشت همین الان در خیلی از کشورها سفیر نداره و اون که کلا دو سوم زمانش رو توی تعطیلات بوده دلاور و این و کارچاخونیهایی که انجام میداد و وضعیت اینگونه پیشرفت که الان چین تقریبا میتونم بگم خاور میانه رو داره با همه تفاهم نامه میبنده چند وقتی که از اونجا هم مجبور آمریکا دوباره رول بک کنه بره یه پله عقبتر رو بیا تو اروپا ببین حالا چین که باشه بیاد اروپا آمریکا رو از تو اروپا هم برگرده نقب بفرسته بره تو همون قاره آمریکا و این شرایط بسیار بسیار سخت و پیچیده میکنه اما جنگ لفظی مقامات دولت ناتانیاهو مخالفانش بر سر عادی روابط ایران و عربستان میدونید که به اسرائیل خیلی سعی کرد رابطش با عربستان سعودی به نوعی عادی بکنه نه تنها این روابط عادی نشده فعلا بلکه اتفاق بدتر افتاده اینه که دو دشمن جمهوری اسلامی الان با همدیگه روابطشون دارن عادی میکنن یعنی عربستان و جمهوری اسلامی یک مقام ارشد دولت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه 20 اسفند گفت احیای روابط دیپلماتیک بین عربستان سعودی و ایران بیانگر ضعف دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و دولت قبلی اسرائیله. در همین زمینه مخالفان بنیامین ناتانیاهو توافق ایران و عربستان برای احیای روابط دیپلماتیک را رو نشان دهنده شکست سیاست خارجی دولت فعلی اسرائیل گفتن اولی گفته دولت قبلی نه گفتن دولت فعلی یک مقام ارشد اسرائیلی که همراه با بنیامین ناتانیاهو به ایتالیا سفر کرده گفته آمریکا و دولت قبلی اسرائیل ضعف نشون دادن بنابراین عربستان سعودی به کانالهای دیگه رو آورد این مقام دولت اسرائیل اضافه کرده گفتگوهای ریاض و تهران در سال 2021 در زمان تصدی دولت نفتلی به لاپید و زمانی که دولت جو بایدن مصمم به ورود مجدد به توافق هسته‌ای بود آغاز شد. او اظهار داشته در نتیجه عربستان سعودی به چین به عنوان وزنه تعادلی در برابر ایالات متحده رو آورد و پکن زمینه میانجیگری توافق اعلام شده روز جمعه رو فراهم کرده. از سوی دیگه مخالفان دولت فعلی اسرائیل میگن تمرکز دولت بنیامین نتانیاهو بر سر اصلاحات قضایی باعث شده که این دولت مسئله سیاست خارجی رو نادیده بگیره یایر لاپید و نفتالی بنت میگن احیای روابط دیپلماتیک عربستان و ایران نتیجه قفلت دیپلماتیک ضعف عمومی و درگیری داخلی در اسرائیل از زمان تشکیل دولت فعلی در 29 دسامبر یا 9 دی ماهه یایر لاپید رهبر اپوزیسیون در مجلس اسرائیل به اتهامات این مقام ارشد دولت بنیامین نتانیاهو پاسخ داده و گفت طرح چنین اتهاماتی مسخر است دولت ما زمانی که روشن شد دولت بایدن در آستانه ورود مجدد به توافق هسته ایران است همه مسائل دیگر رو کنار گذاشت ما 24 ساعته به روی اون کار کردیم رهبر اپوزیسیون اسرائیل اضافه کرده ایران اکنون میخواهد به سلاح هسته دست یابد و غنیسازی اورانیوم دستت 84 درصدی دارد همچنین به توافق با عربستان سعودی نزدیک شده و دولت دست راستی روی چه چیزی تمرکز کرده نه ایران نه حملات تروریستی نه اقتصاد و نه خرج زندگی به تنها چیزی که اهمیت میده تخریب دموکراسی و تفرقه افکنی بین مردمه این داستان خیلی سر زیادی به پا کرده صدها هزار نفر اسرائیلی دو ماه دارن علیه لایحه اصلاحات غذایی بنیامین نتانیاهو اعتراض میکنن میزان اعتراضات مثلا به حدی زیاده که من فکر نمی کردم این همه مثلا جمعیت معترض وجود داشته باشه در اسرائیل نسبت به این واکنش ها جمعیت یه چیز عجیب و غریبیه آدمایی که دارن میان و نسبت به این موضوع دارن موضع میگیرن انگار ساختار قرار طوری عوض بشه که مدل دموکرات ها بشه یعنی بتونن یه جوری سیختور ماخش کنن داستانو که خودشون دست بگیرن و خطرات احتمالی آتی از این داستان بره کنار یعنی یه جوری خودشون نفرات بعدی رو انتخاب کنن یه کارهایی بکنن توی مایه ها که این نگرانی خیلی ها رو برانگیخته و میگم جمعیت جمعیت کمی نیست جمعیت واقعا جمعیت زیادی که میان و سعی میکنن با تظاهرات با سالمت آمیز بگن آقا بیخیال شید داداش بزرگترین تظاهرات شنبه شب گذشته با شرکت حدود 250 هزار تن برگزار شد اما بنیامین نتانیاهو تظاهرکنندگان کنندگان رو هر جمعش طلبان نامید همون جالبه ها و خاشا که خودمون یا همون چی بود اختشاش کردن سازمان دهندگان این اعتراضات بنیامین نتانیاهو رو, رو به تضعیف نهادهای دموکراتیک اسرائیل متهم کردن بنیامین ناتانیاو اکنون ششمین دوره نخست وزیری خود را با تشکیل یک اطلاف از تندروهای مذهبی دست راستی که اکثریت را در پارلمان کشور در اختیار دارند آغاز کرده منتقدان میگن طرحهای دولت جدید اسرائیل برای اصلاحات در قوه غذایی این کشور کنترل قوه مجریه بر تعیین قضات و سایر مقام های دستگاه غذایی را افزایش و اختیارات دیوان عالی در زمینه لغو مصوبات و یا صدور حکم علیه اقدامات دولت رو محدود می خواهد کرد اما تو شرایط فعلی که معلوم نیست واقعا شل مغز چینی چی پار داره میکنه گهگداری یه ریز حرکت هم انجام میده که بتونه اون ویترین رو حفظ کنه دقیقا تو برنامه های مزخرف مینستریم میدیای شبکه های اونوری یه چیزی یه کاهی باشه که بتونه ازش کوه بسازن دیگه چون اصلا تبلیغات دیگه میگه شما صفر رو که نمیتونی بکنی حتی یک ولی یکو می‌تونی میتونی بکنی هزار چون یک زد در هزار میشه هزار ولی صفر زد در هر عددی بشه میشه صفر برای همین گهگوداری حرکت ریزی میزنه بایدن فرمان وضعیت اضطرار ملی رو در مورد ایران دوباره تمدید کرده کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای در روز جمعه ده مارچ به وقت محلی از تمدید فرمان وضعیت استراری ملی توسط جو بایدن به مدت یک سال دیگه خبر داده در بیانیه کاخ سفید اومده روز 15 مارچ 1995 رئیس جمهور فرمان اجرایی به شماره 12957 برای مقابله با تهدید غیر معمول و فوق‌العاده جمهوری اسلامی علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا را صادر کرده. در روز ششم ماه می سال 95 با صدور فرمان اجرایی 12959 تحریم‌های گسترده علیه جمهوری اسلامی به منظور مقابله با این تهدیدها اعمال شده. بیانیه کاخ سفید با برشمردن شماری دیگر از فرمانهای اجرایی رؤسای جمهوری آمریکا در سال گذشته اضافه کرده اقدامات و سیاستهای جمهوری اسلامی از جمله تکثیر و توسعه موشکهای موشکها و دیگر قابلیت‌های تسلیحات نامتقارن متعارف شبکه و کارزار تجاوزگری های جمهوری اسلامی در منطقه حمایت از گروه های تروریستی و فعالیت های بدخواهانه سپاه انقلاب اسلامی و نیروهای نیابتیش همچنان تهدیدی غیر معمول و فوقالعاده علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده است. بیانیه کاخ سفید تاکید کرده که بنابر این دلایل باید فرمان باید, فرمان وضعیت استقرار ملی 15 مارچ سال 95 تا بعد از 15 مارچ 2023 نیز به قوت خودش باقی بمونه. اما از سال 95 به این سو همه رئیس جمهورهای آمریکا فرمان وضعیت اضطرار ملی بیل کلینگتون رو امضا کردند همه بدون برو برگرد بیانیه کاخ سفید به تفاوت فرمان اجرایی 1257 با فرمان اجرایی 1270 مربوط به 14 نوامبر سال 79 نو که بعد از گروگانگیری دیپلماتای آمریکایی در تهران صادر شدم اشاره کرده که آقای فرق داره این یک سری دیگر شامل میشون یک سری رو اما در عمل واقعیت اینه که همچنان مشخصان بایدن به دنباله بایدن که در حقیقت اوباما اون پشت به دنبال که این توافق چرت و مسخک رو بتونه دوباره برگردونه که حداقل وقتی در تاریخ در تا مورد اوباما صحبت میشه یک دستاوردی داشته باشه چون دولت اوباما هیچ گونه دستاوردی در هیچ جا نداشته تنها چیزی که داشتن برجام بود برای همین هم این همه اواخر سعی کردن خیلی از نقطه ضعفهای های برجامو چش بپوشونن ببندن که بالاخره ما توی این غلطی کردیم به غیر از اینکه البته جیبای پر بکنن خدمت شما عرض میکنم اما خیلی ممنونم که اخبار به ساعت گذشته رو با من دنبال کردید نمیدونم که اخبار امروز رو پسندیدید یا نه اگر که مورد پسندتون بود انتخاب اخبار تصاویر و توضیحات ممنون میشم لایک بزنید در فضای مجازی به اشتراک بگذارید و اگر تا در کانال سابسکرایب نکردید لطفا سابسکرایب کنید که بتونید بیشتر با هم باشید هر هستید خوب و خوش و سلامت باشید تا وعده بعدی خبری تا درود دیگر بدرود خدا نگهدار